الله الرحمن الرحیم. تا یک سال قبل جنرال مراد مراد را به عنوان جنرال دلها و وطن دوست یاد کرده و میگفتند جانم فدایت اما اکنون شده جنرال قوم فروش به جای اینکه به مردم بیایند و بگویند که به یک هزار سیتیز رای ندهید و در همی راستا سیاست به قول مرف بازی بکند افتاده به جان هم چی خبر او مردم و مشخصا دوستان استرالیا چی خبر واقعا به همگی سلام میفرستم یک تعداد که خبر نباشه خود گفت که چی میگه و تو چی خبر است امروز 22 جولای 2024 میلادی برابر با اول اسد 1403 هجری شمسی است در دو روز اخیر فضای فیسبوک پر است از دو و دشنام به جنرال مراد مراد و برخی دیگر هرچند که در بین ده و دشنام می شود های نسبتا خوب را هم پیدا کرد و خان که قطعا ارزش خواندن را دارند و اما اکثرا افتاده به جان جنرال مراد به او را قوم فروش و وطن فروش انوان کردند. مرادی که تا همین ماهای قبل و بعد ورود به استرالیا مورد استقبال گسترده مردم در امو کشور قرار گرفت مشخصا در ملبورن و در مهمانه ها و برنامه های متعدد دعوت می و از وی به با عنوان جنرال چهار ستاره افغانستان و مرد و تندوست یاد میشد، شده قوم فروش و هر کس و ناکس آگاه و نا آگاه بلاخره یک دشنام اما ماجرا از کجا شروع شده؟ قبل آن که من بپردازم به شرح ماجرا تاکید میکنم که اطلاعاتی که من از منابع مختلف گرفتیم و با کسایی که صحبت کردیم آنچه اتفاق افتاده و ما شنیدیم را برای شما میگم ولی توصیه میکنم به جای افتادن به جان هم به فکر وحدت همدلی همدیگر باشیم و اگر فرزن شما فکر میکنید که کسی اشتباه کرده جنرال مراد یا کسی دیگه به جای از که قوم فروش گفته دشنام بیتیم از راه های منطقی و اصولی خدمتش برسیم و در زمینه بنویسیم یا گپ بزنیم اول مستقیم حضوری با خودش بعدش با فضای مجازی ولی قلبا و وجدانن میخوایم بگم به شما دوستای استرالیا مشخصا کسایی که در دیندنانگ هستین به زاهد صافی رای ندین این خیلی واضح میخوایم بگم نه برای اینکه او هزاره نیست برای اینکه او یک متعصب است یک فاشیست است آدمی خادم و خوب چی پشتون باشه چی هزاره باشه چی ازبک چه تاجیک چی هر کسی دیگه مورد حمایت باید قرار بگیره و این مسئول وجدانی هر کسی است ولی آدم های چون زاهد صافی، حتی اگر هزاره هم باشه نباید بر رای بیتین که هیچ دور اندازین خلاصه و قول معروف ما همه یک بری هم که ملزه هزار چی به درد ما میخوره اکثر مردم از اون ملزه ازش نفرت داره چون موضوع گیری هاش متاسفانه در راستای منافع مردم نیست من در آخری مطلب هم به این مسئله بیشتر میخوام اشاره بکنم که اصل مطلب را ما رها کردیم در این روزها در این مسئله که در اتفاق افتاده کلا افتادیم به جان همدیگر و این خیلی خطرناک است اما ماجرا دوستان گرامی از حضور محسوم استانگزای و زاهد صافی در مراسم محرم امسال در میلبورن استرالیا آغاز شد من این عکس خدمت شما هم ماندی میبینید محسوم استانگزای که در پست مختلف در زمان جمهوریت کار کرده و ادامه می که جزء ستونی پنجمه ها بوده ادامه می شود که یک آدم متعصب است و در کشتن جوانان هزاره و حتی استاد ربانی که از شعرهای مطرح تاجیک تبار افغانستانی هست نقش داشت است که البته در این زمینه استانگزه هم میشه وقت ادعاها را رد کرده ولی خب اسنادهای فراوان هم موجود داره که همه اتهام هایی که به وارد هست رادم یعنی راحت میتونه تا حد باور بکنه یعنی قابل باورتر ساخته چون سند هست در زمینه و این جوان هم که زاهد صافی هست که بعد سقوط جمهوریت یک نامه هم با جمع از قلم پشتون به استرالیا که در استرالیا هستند به پارلمان کشور فرستاد و نوشت که به هزاره ها ویزه ندهیم چون اینها واقعا برای آینده ای استرالیا میتونه خطر باشه و همچنان آدم های بعدی بدی هستند و در افغانستان هم کدام خطر متوجهشان نیستن اینا دروغ میگن اکنون هم مامی آدم کاندیدا شده در شورای شهر دندنانگ و برای هزارها نیاز دارن به این خاطر در بین هزارها در امروز های اخیر بسیار زیاد میه که خیلی واقعا روی کلان و پست کلان میخوای که آدم ها بالاخره بیایم و با امین پس از امین گونه هزار تیزی در بینشان هم بگه که مردم ها ما هستند حضور امید دو چهره به هر صورت در مراسم محرم امسال در میلبورن سبب انتقاد های بسیار فراوان شده شمار به هر دلیلی به جنرال مراد، جنرال غفاری، شیخ علی مدد رضایی برچسب قوم فروش نوکر و سرخم انوار این مهان آنها نوشتن که جنرال مراد با تبانی محسوم استانک زید دنبال جمع کردن رای هزاره ها به زاهید صافه است که در شورای شهر دندنان خود کاندیدا کرده همچنان به شیخ علی مدد رضایی هم دشنام داده که چرا اینقدر گرم این ایمی افراد در مراسم خوش آمد گفتی من با شما از دوستان ملبورن در ایمی زمین صحبت داشتیم که واقعا گبه چه قرار بدن چون اینقدر مردم دشنا میتن خوصان یک تعداد کده در خود ملبورن هم بوده. اینا راست میگه نمیگه چه قرار است؟ اما ظاهرا یکی ده به قول دوستایی که صحبت موانا کردیم در همین زمینه احساسی برخورد کرده و غلو کرده خیلی زیاد و نوشته های از اونا موزگیری سبب شده هزارهایی که در میلبورن یا در محفل نبوده یا در استرالیا نیستن در یک خلای آگاهی قرار بگیره و اینها هم احساساتی به پیروی از اونها نوشته های در این زمینه داشته و هی جنرال مراد رو بکوب های شیخ علی مدد رضایی رو بکوب گاهی کسی دیگر رو بکوب و گاهی هم دیگر رو بیتن در شبکه اجتماعی که درست نیست واقعا از دید من من در صحبتی که با دوستان متعدد داشتم هم به نتیجه رسیدم شاید حرفی را که من میگم خیلی ها بهش موافق نباشه کسان که در صحنه بوده شاید روایت مختلفی داشته باشه اما جنرال مراد هم در صفحه فیسبوکش نوشته کرده که زاهد صفحه نمیشناسه و اصلا دنبال کمپین کردن هم برای مو آدم نبوده و نیست و حتی یک ماه میشه که ترکیه هست و هیچ در استرالیا نبوده و خبر نداره که چی میگذاره اونجا ما خودم هم پس از زمین قضایی یک شوخی با جنرال مراد کردم و گفتم که یعنی جنرال سیب این تو کتا کتا کارا میکنیم و هیچ خبر نه و او آدم هم صحبتی که با ما داشت بسیار صادقانه گفت البته قرار نبود که من از قبل اونا این صحبت بکنم چون بین خود بدیم گفت که واقعا من زمین قضیه اصلا خبر ندارم یعنی من این زاهد صافی نمیشناسم اما معصوم استان یک من خودش رابط داشتم رابط دارم اینا بنارم نکردم بنارم نمیکنم نه تنها استان یک زای بلکه کل می زمان جمهوریت را به نحو ما با هم دیگر ارتباط داریم خب هرچی نباشه جنرال مراد یک آدم سیاسی هست یک آدم نظامی بوده بنابراین ارتباطات خره در سطح گسترده با خیلی ها داره و اما گفتی به ایمانو نیست که ما اگر با محسوم استانک ارتباط دارم حتما به صافی کمپین کردیم یا حتی گفت من روحیم خبر نیست که مو در مراسم محرم میرفتن و من از این قضیه هیچ خبر نبودم حالا پای مرا گد کرده حالا ما حرفیم این هست که من نمیخوام یه گپای جنرال مراد میار قرار بگیرم میار بگیرم اکثر دوستای میلبورن که با ما صحبت کردن بیشتر همین دیدگاه جان را در تایید میکردن که آمی آدم واقعا با مسئله سن و خیلی چرا؟ های اخوی مختلف ارتباطات خود داشته و داره ولی اونها هم فکر نمیکنن چون این قضیه پاشه و چون نشانه های اونها ندیده ای که بچی اساس یک تعداد آمد اینا رو اگر خطاب میکنه واقعا پرسش برانگیز است استان ما قبل شرکت در این نشست محرم به جنرال غفاری زنگ زده نادر غفاری و برش گفته بود که در مراسم محرم شما شیعه ما حاضر هستیم صحبت شرکت بکنیم یعنی مایل هستیم شرکت بکنیم و جنرال غفاری هم میگه که من با اعضای ستاد صحبت میکنم با استادم ستاد هم که صحبت میکنه اونا مخالفت خاصی کسی نشان نداده و بالاخره فردایش می آدم استانک زای صافی با جنرال غفاری جنرال اقبال خان جنرال کاماوال که هم از مردم پشتان هستن هم و یعنی غفاری و اقبال خان از مردم های هزاره بشیه هستن با اینا با همدیگر میره در مسجد و در اونجا هم چون پیش از پیش همه بودم در یک جای قرار میگیره میشینه صحبت هم دی برنامه نکرده اما شیخ علی مدد رضایی به اینا خوش آمد گفته ما کلیپش رو هم دیدم در اونجا از معصوم استانگزل بتم و یک دو پوزیشنی که در افغانستان داشته هم یاد میکنه که یادم اینه که کاره بوده. خب این بوده حرفی که اونجا اتفاق افتاده به قول دوستان یک بحش حالا قرن که چرا همین صافه ای که یک هزار سیتیز است اجازه ورود به محفل هزاره ها و را در ملبور مرج داده شده و چرا محسوم استانگزه ای که متهم به دست داشتن در قتل جوانانی هزاره و تاجیک و حتی پشتانهای خوب در افغانستان بودن و وطن دوست اینها چگونه اینگونه گرم و سمیمی برشن خوش آمد گفته میشه برخ ما شیخ مدد رضایی و جنرال مراد را رسما قوم فروش و معاملگر خطاب کرده و نوشتن که اینا را باید از مجالس خود دور بکنیم اینا را باید دهاشه برانیم و خیلی حرفای تند و تیزی اما راستش از چنین موزی گیری ها ما به یک جوان اب دلیم گرفت هم نراحت شدم ما چقدر واقعا زود میاییم و چهره های مطرح خود مثل جنرال مراد را یک بار با آسمان ها میبریم جنرال دل گفته و از پشتش میده و یک می دفعه زمین میکوبیم و میخوایم که بخیر دفنش کنیم سال ها امور جنرال دل گفته و صدا کردن و برش فخر کردین و حالا میان و تنفروش و قوم فروشی قبل حرفا و یک اشتباهات در گذشته کرده هر روزه در روخش بکشین که تو دفلانجی اینی تکه دفلانجی اینی اول که خودش رسما نمیره رد کرده که من می زاهد صافه نمیشناسم هیچ خبر ندارم که این قضیه چی بوده و چی نبوده ولی با اسپرنگز رابطه خود مثل همه شرایط سیاسی داشتم و دارم و حتی زمین آمدن از اومدم حرم هم خبر نداشتم چون استرالیا نیستم اینو گفتم دو من شما فرض بکنید که حتی می آدم در این قضیه دست داشته یا حتی که شما مطمئن نیستین که دست داشته یا نداشته باید به از دیگران بین همین گناه وطن فروش و قوم فروش عنوان کرده و دوای عجیب و غریب برش میزنید و هر اشتباهی که در گذشته در زمان خدمتش کرده و هر روز بروخش بکشین درست است من جان من دوستا از دفاع نمیکنم از هیچ سیاستمدار دیگه دفاع نمی کارنامه همه ایشان بر شما معلوم است هم اشتباهات خود داشته هم کاکاگی ها و جان فشانی های خود داشته ولی درست نیست که یک فرد را گاه به آسمان ببریم و گاه به زمین بزنیم حتی اگر جنرال مراد هم آمد برای مزاهد صافه فرزند کمپین کرد و حالا به تظاهر آمد گفت من میره نمیشناسم بهتر نبود که میره بریم بگیم او آدم توی اشتباه میکنیم شما دوستای استرلیف خودش ارتباط دارین او آدم توی اشتباه میکنیم چرا میکاره میکنیم بره قچی کرد بزن جنرال سب چرا میکاره کردی اگر توی میره نمیشناسی من با بر تو معرفی میکنم این رخم آدم است اگر گفت شما قبول نمیکرد بعدش باز رو علنی بکنیم در فضای بکشین که خب قطعا. مطمئن بودم اگر شما بره نگ استدلال بکنی یک نفر در راه اشتباه هم باشد تا حدی ممکن قبول بکنه من می جک نکته اشاره میکنم شاید خیلی ها تا خوشش هم نیایه ولی گپ اینجاست که تربیت کردن یک فرد و یک کادر در سطح مثلا جنرال مراد یا یک فرد دیگه ای که در بین مردم شناخته شده باشه بتونه یک آدرش شوه کاری آسان نیست بسیار زمان میبره که یک نفر جنرال مراد شوه یا کسی دیگه شوه اینی رساندن یک فرد به شهرت و یک جا هم یک زمان را در بر میگیره و ای به مرور زمان به دست میایه نباید اینها را هرچی زود بخوایم که به معرف معروف صحنه برداریم حتی اگر فرض بکنید اشتباه هم کرده باشن بسیار دوستان گرامی در زمینه توجه داشته باشیم که ما اگر بخوایم برنامه داشته باشیم چی برای ریشه و جایگاه ما در افغانستان و چی برای کمیونی های ما در بیرون از افغانستان شخصیت چون جنرال مراد یا مثلا دیگه سیاست مدارهای ما که افراد شناخته شده ای هستن بسیار راحت‌تر می‌تونه میتونه محور قرار بگیرن اگر بخوایم روابط خود با کشورهای مختلف مستحکم بسازیم و در جاهای مختلف یک اقدامات را بکنیم حتی در بین مردم خود اگر بخوایم یک سلسله هماهنگی ها را به وجود بیاریم از یک برم پشت یک آدم گمنام که هیچ کسی او را نمی‌شناسه او را بگیریم پشتش را و این افرادی که کم شناخته هستن پشتش را بگیریم راحت‌تر می‌تونه به یک همی آدم ها اگر اشتباه کرد بریم جلو اشتباهش رو بگیریم اشتباهات زمین مردم اصلاح بکنیم اینطوری نیست که اصلاح نشدنی نباشه ما شما در اکثر وقتا درست است که سیاستمدار و جنرال و وزیر و والی و برادر خبرنگار و نویسنده و استاد و همه چیز خود که بگیم هیچ کدام ما برنامه برای آینده مردم خود در افغانستان و بیرون از افغانستان برای کمیته خود نداشتیم و نداریم در چنین شرایط بسیار نیاز هست واقعا نیاز هست که کار بکنیم به جای که بیایم همدیگر رو تخریب بکنیم زمینی همدیگر رو بزنیم حتی اگر اشتباه کردن نفره بریم مکان بگیریم اشتباهش رو اصلاح بکنیم برای درست بیاریم کلی پوشش را بگیریم و بالاخره افرادی که واقعا کمی از یک شهرت و محبوبیت بین مردم برخوردار هست راحت تر میتونه یک محور قرار بگیره بنابراین باید این مسائل رو مد نظر داشته باشیم هرچند که هر, هر کس بر اساس هم توازن و هم جایگاه خودش باید برایش احترام قائل باشیم برایش به قول معروف برنامه بگیریم کسی که ظرفیتش رو نداره کسی که جایگاهش به قول معروف مناسب نیست کسی که نیتش مثلا پاک نیست کسی که آگاهی و دانشش را نداره باز میتونه که شما تفکیک بکنین یک نفر در بخش نظامی خوب است یک نفر در بخش سیاسی خوب است یک نفر در بخش مدنی فعالیت مدنی خوب است هر کس در حوزه تخصص خودش پوشش رو بگیریم به جای تخریب هم دیگر کنار هم دیگر باشیم بیشتر از این وقت شما دوستا رو نمیگیرم تا درود دیگر بدرود